سلام، حتما براتون پیش اومده که برای خرید گیم، اپلیکیشن، خریدهای درون برنامه و سرویس‌های خارجی از گیفت کارت استفاده کنید. بنا به دلایل محدود کننده ای که تو کشور ما وجود داره، برای گیمرها، برنامه‌نویس‌ها، تولید کنندگان محتوا و تریدرها گیفت کارت سریع‌ترین و آسان‌ترین راهکاره. امروز میخوام یه سایت بهتون معرفی بکنم که میتونید با رمز ارز ازش خرید کنید و محدودیت‌های خرید از سایت‌های خارجی رو نداشته باشید. مسعود اینجاست و این چنل بی‌پرو. هدفم از ساخت این ویدیو فقط خرید گیفت کارت با رمز ارز از یه سایت خارجی نیست. هدفم معرفی یه سایت جامع هستش که طیف وسیعی از گیفت کارت ها رو پوشش میده و از رمز ارزهای معتبر پشتیبانی میکنه و ضریب اطمینان خوبی داره. تو این ویدیو حتما خرید میزنیم که نکات مهم هنگام خرید رو یاد بگیریم. خیلی کوتاه بگم، شاید بپرسید چرا از سایت های داخلی خرید نکنیم که بحث حمایت از کسب و کارهای داخلی هم پیش میاد. ببینید بچه ها، کارمزد سایت های داخلی بالاتره و دوم اینکه سایت های داخلی همه گیفت کارت ها رو ندارن. باید بگردی ببینی گیفت کارت مورد نظر شما تو کدوم فروشگاه اینترنتی هستش و در نهایت این فقط پیشنهاد منه، برای شما فقط یک انتخابه. میتونید از سایت های داخلی هم خرید بکنید. من خیلی سرچ کردم و مقایسه کردم با هم این سایت ها رو و در نهایت رسیدم به سایت bitrefill.com. لینکش گذاشتم توی دیسکریپشن که اگر روش کلیک بکنید باز میشه. توجه کنید، فیلتر نیست ولی از VPN استفاده کنید. حالا جلوتر بهتون میگم چرا. بریم سراغش. یه خرید جزئی بزنیم که هم یه محکی به محیط کاربریش زده باشیم و هم یه راستی آزمایی کنیم که تا چه حدی این سایت قابل اطمینانه. خب بچه‌ها، من وارد سایت bitrefill.com شدم. همونطوری که میبینید با یه طراحی مینیمال از کاربر خودش استقبال میکنه. اینجا ادعا کرده که معتمد 400,000 کاستومر هستش و حالا پایین‌تر هم گفته که مثلا به عنوان مثال 5,000 تا پروداکت رو پوشش میده. سایتش سایت جمع و جور و سبکیه، علاوه بر که همه سایت های فروش گیفت کارت معمولاً یه جورایی شلوغن و چون در هر حال سایت فروشگاهی هستن. اینجا سعی کردن با کتگوری خورده نظم بده به سایتش. حالا میتونید گیفت کارت مورد نظرتون رو از توش پیدا کنید و بخرید. نکته مهمی که در مورد خرید گیفت کارت وجود داره و این سایت رو رعایت کرده اینه که زبان رو از لوکیشن جدا کرده. کسی که گیفت کارت خریدن اینو خیلی بهتر از من میدونن که زونها در خرید گیفت کارت خیلی اهمیت دارن. یعنی اگر شما گیفت کارت امریکا میگیری برای نتفلیکس، برای استیم، برای ایکس باکس، برای پلی استیشن، حتما باید دقت بکنید که اگر مثلا گیفت پلی استیشنتون به عنوان مثال امریکا هستش، حتما باید VPN امریکا بزنید. حتما باید با IP امریکا در واقع پلی استیشنتون رو وصل بکنید به اینترنت و این نکته بسیار مهمیه. به خاطر همین این سایت هم اومده این دوتا رو از همدیگه جدا کرده. شاید بگردید دنباله که محیط کاربری رو از کجا پیدا بکنید. اینجا هستش. فکر می‌کنم یکی از نقاط ضعف این سایت هستش که خب بهتر بودش که این رو جای بهتری بذاره و مشخص‌تر باشه. الان اینجا من قبلا لاگین کردم و میتونم از اینجا ساین آت بکنم. من یه بار کارت خودم رو با این منفی که اینجا میزنم صفر میکنم کارتمو. میخوام یه دونه استیم امریکا بگیرم. اینجا اگر من VPN هم مثلا کانادا بود دیگه استیم امریکا رو به هم نمایش نمیداد. بچه‌ها، یکی از چیزای خوبی که این سایت داره اینه که IP شما رو تشخیص میده و متناسب با IP شما بهتون گیفت کارت ها رو ریفر میده. همونطور که میدید همه گیفت کارت ها آخرش یه دونه US داره که توی امریکا قابل استفاده هستن. بنابراین من استیم US رو میزنم. اینجا دقت بکنید به این موضوع. نوشته که this gift card will only work to customers who are currently located in USA. بنابراین کاملا مشخصه که فقط با IP امریکا میتونید از این استفاده کنید. اینجا یه دونه estimated price داره که به شما کمک میکنه. مثلا من الان میخوام یه دونه گیفت $10 استیم بگیرم. اینجا معادلش مثلا به دوج کوین رو داره بهم نشون میده، چون قرارمون این بود که اصلا با رمز ارز از این کارت خرید کنیم، بمانده که مثلا دلار، یورو و پوند و حتی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم روپیه هند رو هم ساپورت میکنه، کاری ندارم. ولی توی رمز ارزها میبینید که بیت، اتریوم، USDC، تتر، دش و دوج کوین رو اکسپت میکنه. حالا ممکنه بعدها به این لیست رمز ارزهای دیگه‌ای هم اضافه بشن. کاری که من انجام میدم دوج رو انتخاب میکنم. حالا من تو ولتم چند تا از این رمز ارزها رو دارم، ولی ترجیح میدم دوج رو انتخاب بکنم که معادل دلاری نباشن و یکم نامتعارفتر باشه. حالا طرفدارای دوج به هم نریزم، خودم که طرفدارای دوج کوین هستم. به من میگه 106 دوج کوین در واقع باید برای من بزنید. من این به منزله انتخاب رمز از تو درگاه پرداخت نیست بچه‌ها، به خاطر همین فعلا فقط من میخوام معادلش رو ببینم. اد تو کارت میکنم، چکات میکنم. این قسمت میتونم تو درگاه پرداخت انتخاب کنم دیگه. دوج رو اینجا روی دوج میزنم تا به هم بارکدش رو نشون بده. حالا دو تا کار میتونم بکنم، همین که آدرس ولت اونها رو کپی بکنم، در واقع امانت یا همون مبلغ رو کپی بکنم ببرم توی ولت هم براشون پرداخت بکنم، هم میتونم که این بارکد رو در واقع اسکن بکنم. ترجیح همینه که بارکد رو اسکن بکنم. تو با همین تبلتی که صدا رو دارم ضبط میکنم باید این بارکد رو اسکن بکنم. خب من وارد ولت خودم میشم، دوج رو انتخاب میکنم، سند چون میخوام برشون بفرستم، بارکد رو میزنم، بارکد رو اسکن میکنم، ولت یه دبل چک کنم، ولت و مبلغ رو برام میاره، کانتینیو و در نهایت کانفرم. یه بار ازم پسورد ولت رو میخواد و خب پرداخت شد. پندینگ هستش. چون دوج کوین یه سختی شبکه‌ای داره، فکر می‌کنم حدود اگر اشتباه نکنم بچه‌ها 15 تا کانفرمیشن روی بلاک چین رو باید در واقع بگیره تا پیمنت تموم بشه. این قسمت الان رفت توی پندینگ و من براش زدم. حالا باید صبر بکنم که به حسابشون بشینه. بعد از اون میرم ایمیلم رو که داده بودم چک می‌کنم که مطمئن بشم که رمز ارز رو برام ببخشید ریدیم کد گیفت کارت استیم رو برام فرستاده و بعد از اون دیگه کار تمومه. بچه‌ها من وقتی بلاکچین رو چک کردم، بلاکچین در واقع به شما نشون میده که رمز ارزی که منتقل کردید چند کانفرمیشن بهش تعلق گرفته، چند تا تاییدیه روی بلاکچین گرفته تا به آدرس مقصد، به ولت مقصد برسه. من وقتی نگاه کردم فعلا کانفرمیشن رو اینجا 1 از 15 نشون میده، ولی روی سایت به من یه دونه اوردر کامپلیت داده. خب حالا من کاری که میکنم اینه که وارد جیمیلم میشم و میرم تو قسمت آپدیتس. اینجا میبینم که بیتریفیل به هم داره 2 تا ایمیل واسم فرستاده. اولیش میگه که your payment to bitrefill has been detected. میگه تشخیص دادیم که پرداخت داشتی but is not yet received. میگه هنوز به ما نرسیده. خب بعد تو ایمیل بعدیش، تو ایمیل جدیدتر اومده میگه که you can get started here reading a SIM card to wallet code. خب میتونی اینو بزنی، خب میتونی کلیک تو آنسیل کنی. اگر اینجا کلیک تو آنسیل کنم در واقع مهرمومش باز میشه، انگار که اون بارکدو که معمولا زیر یه لایه هستش رو میتراشین اومده به اون صورت طراحیش کرده. من میتونم کلیک تو آنسیل کنم. اینجا هم بهم بالاتر گفته که after receive your Steam gift card code log into your Steam account و حالا داره میگه که چجوری روی استیم پیاده سازیش کنیم. بماند که من حتما استیم رو باز میکنم. انگار یه جور خیلی کامل شده، نمیدونم باید روی کلیک بکنم، ولی این طرف هنوز پولم به اونا نرسیده. چقدر جالب، یعنی هنوز کانفیرمیشن نهایی واسه پول رو نداشت، ولی اینجا جالب بود برام. یه بلتی شما اینجا روی خود این سایت دارید که گیف کارت هایی خرید میکنید میره اونجا. من این الان کلیک تو آنسیل کنم، بله 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 گیف کارت رو به هم داده. بسیار عالی. حالا کاری که من انجام میدم الان برای چک نهاییش میام روی استیم. فکر میکنم بازی که مارچ میاد، یعنی بازی دی بیفور که من قصد خریدش رو دارم بیاد، اگر در واقع پکیج باندل نداشته باشه حدود $100 باشه، یعنی خودم اینطوری فکر میکنم. و قطعا یکی از ترندهای استریم توی ماه مارچ 2003 همین دی بیفور هستش. از الان دارم ذره ذره براش گیفت کارت میخرم که بتونم بخرمش. یه ویدیو هم براش ساختم که این بالا گذاشتم، برید ببینید. خب حالا کاری که من انجام بدم اینه که وارد این قسمت میشم، اکانت دیتیل. اینجا یه قسمتی داره که میتونم فاند بکنم. بعد از اینکه فاند زدم اینجا یه دونه ریدینگ استیم گیفت کد داره. اینجا میتونم گیفت کدم رو کپی بکنم که کپی شد و روی استیم پیست کنم. Continue. خب بچه ها، من آدرس رو از اینجا از پیپل استخراج کردم و وارد کردم. از اکانت پیپل خودم بود که وارد کردم. حالا کانتینیو رو میزنم، امیدوارم اون آدرس رو اینجا قبول بکنه، چون یه اختلاف آی پی شهر من دارم. و ساکسس شد، خودش به هم گفت ورکینگ و اینجا به هم ساکسس داد. درسته؟ حالا میتونم دکمه شاپ فور گیمز رو بزنم و برم این کار رو انجام بدم. حالا من اینو میبندم، ولی اینجا ولت بالانس من رو داره میزنه $10، یعنی $10 استیمم شارژ شده. و خب مبارکمون باشه، خیلی عالی بود این تجربه گیفت کارت وارد کردن توی استیم. از گیفت کارتش هم از سایت bitrefill.com گرفتم. خوب بود، اونجوری که باید میبود انجام شد و خیلی سریع و رفت. خب بچه ها، تا ویدیو بعدی، بدرود.